چشم دل باز کن که جان بینی آنچه چه نادیدنی است آن بینی گر به اقلیم عشق رو همه آفاق گلستان بینی بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی آنچه چه بینی دلت همان خواهد و خواهد دلت همان بینی جان گدازی اگر به آتش عشق عشق را کیمیای جان بینی دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون ایرانیان کانادا برنامه به دنبال آفتاب و با تشکر از جناب فرزاد که برنامه رو هدایت میکنن و همچنین جناب زریمر و شیوا خانم زریمر مدیریت تلویزیون ایرانیان کانادا در شهر زیبای تورنتو عرض کنم حضورتون که در هفته قبل داشتیم صحبت میکردیم راجع که این تکنولوژی و فضای مجازی تا چه حد گسترش پیدا کرده و که بعضی از ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی همه رو در بر گرفته و در حقیقت عرصه خالی از تهاجم باقی نذاشته در همین اسناد دیدیم که دیروز حقیقت در حقیقت پریشب که یکی از تروریست های معروف که در افغانستان بود آقای ایمن ایمن زواهری ایشون هدف یک پهپاد بدون خلبان یا بدون سرنشین بسیار دقیق مورد حمله قرار گرفت ایمن یا ایمان از زواهری ایشون همراه با آقای بن لادن در سال 2011 در حقیقت سپتامبر 11 در سال 2002 فکر کنم یا 2001 که باعث شد که اون ساختمان های دوقلو رو هدف قرار دادن و این آقا براش 25 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود آمریکا که این که رهبر القاعده بود یعنی جانشین آقای بن لادن در حقیقت بعد از اینکه اون هم کشته شد به وسیله آقای دونالد ترامپ حالا این دنبال این بودن آقای ایمان از ایمان از زواهری که 25 میلیون دلار براش جایزه تعیین کرده بود تا اینکه دیش پریشب مورد حمله پهبادی آمریکا قرار گرفت و در جا کشته شد و اطلاعات و عکس هایی هم که ازش منتشر شده این مسئله رو کانفرم میکنه و به خصوص مقامات افغانستان هم کانفرم کردن جالب این که تنها کشوری که اظهار تأسف کرد طالبان افغانستان بودن علتش هم این است که این گروه تروریستی القاعده لونه و کاشانش در افغانستان بود اگر یادتون باشه بعد از اون بقای سپتامبر 11 که اتفاق افتاد آقای زمان آقای بوش بود دیگه بوش اعلام کرد که در همه جهان یا کسانی هستند با ما هستند یا به اصطلاح روبروی ما هستند و ما با تکلیفمون به تمام جهان روشن کنیم و ارتش قدرتمند آمریکا یا کشور ثروتمند آمریکا با تمام هایش تکلیف خودش رو با مردم دنیا یا مینیمومش با این گروه های که به صلاح تروریست هایی که حرکت های تهاجمی انجام دن روشن خواهد کرد و اونا که اینا رو سپورت میکنن بنابراین همون موقع بود که دولت کانادا آمریکا لشکرکشی کرد به افغانستان و تونست رهبر القاعده رو اول که پناه بردن به کوهستان ها و جاهای دیگه تا در مدتی افغانستان رو اشغال کردند و ارتش آمریکا مستقر شد و اون ملا عمر رئیس حکومت طالبان هم از بین بردن و ارتش طالبان هم از بین بردن و خلاصه یک سری اتفاقات جدیدی در دنیا اتفاق افتاد بر علیه گروه های تروریستی حالا چه گروه تروریستی که در افغانستان بودند چه گروه های تروریستی القاعده که اونجا مستقر شده بودند ولی ظاهرا خیلی هاشون افغان نبودن شاید بیشتر از کسانی بودن که تندرو بودن و از عربستان سعودی و یا کشورهای عربی آمده بودند عربی دیگه بنابراین این آقای حالا میخوام این ارز کنم که این تکنولوژی انقدر پیشرفت کرده که در همون ساعتی که ایشون مورد حمله قرار میگیره همون لحظه خبر پخش میشه و همه دنیا متوجه میشن که این چه خبر بوده در حالی که در زمان جنگ جهانی دوم یک هفته یا دو هفته جنگ شروع شده بود و در جنگ جهانی بود ولی خیلی خبر نداشتن در قسمت های دنیا اصلا خبر نداشتن که جنگ هست حالا چه برسد که جنگ جهانی باشه و این پیشرفت تکنولوژی است که باعث این اتفاقات جدید میشه اما یک چند کلمه ای ارز کنم راجع به این آقای ایمان ایمن یا ایمان از زواهری که ایشون چشم پزشک بودن و یک آدمی بود که مصری بود اهل مصر بود و استاد دانشگاه و پدرش هم استاد دانشگاه قاهره بود و در همون دانشگاهی که پدرش استاد بود ایشون هم به تحصیلات پرداخت پزشکی رو گرفت و بعد تخصص چشم پزشکی و نهایتا رفت به طرف گروه های جهادی و گروه های تروریستی مدتی زندان بود و بعد دوباره از زندان آزاد شد و بعد مجددا به گروه اخوان المسلمین در مصر پیوست باز هم دستگیر شد و بعد نهایتا در حالی که مدت کمی کلینیک چشمپزشکی در قاهره داشت پیوست به القاعده و نهایتا رفت بالا و رفت بالا تا اینکه معاون این سازمان تروریستی شد شما ببینید این به اصطلاح دوره‌ای که این آقای ایمن از زواهری که حالا چشم هم بوده گذرانده چقدر ایدئولوژی چشم ها رو میبنده یا آدم تحصیل کرده پزشک و نهایتا تخصص چشم پزشک و پدرش هم استاد دانشگاه و در حقیقت از یک خانواده که با تحصیلات بالا بوده چطور اون گرایشات ایدئولوژی توانسته ایشون رو از تمام این در حقیقت کوالیتی یا کوالیفیکیشن یا امکاناتی که داشته این رو جدا کنه و بیارتش اسلحه دستش بده یا اینکه نقشه بریزه برای انهدام هواپیماهای سرنشیندار که اینا آمدن و عده افراد مظلوم بیگناه چند هواپیمای خطوط مختلف هواپیمایی آمریکا به اون برج دوقلوی نیویورک که اونم تعداد چند هزار نفر اونجا کار میکردن برخورد بکنه و یک تلفات سنگین بین درست کنه به عنوان بزرگترین حمله تروریستی در تاریخ و به خصوص در نیویورک و به خصوص در آمریکا. میخوام ارز کنم که این فاجعه هیچ که باورش نمیشه که از یک دکتر چشم پزشک بر بیاد میگن اصلش هم همه ایشون بوده یعنی اون برنامه ریزی کشت و کشتارش وسیله همین ایمن از زواهری انجام شده که آمریکا هم خوب میبینید که دنبالش بود و بعدش هم اعلام کرد که این کاری که اتفاق افتاده نشان میده که ارتش آمریکا یا حالا آقای بایدن خود آمریکا رو گفت می توانند در هر گوشه ای از جهان هر کسی که منافع آمریکا رو به خطر بیاندازه یا جان انسانهای آمریکایی رو هدف قرار بده ما پیداش می کنیم و به مجازات می رسونیم و اعلام کنند که بله الان ادارت اجرا شد و ایمن از زواهری به هلاکت رسید خب بنابراین این رو عرض کردم که چقدر این مسئله ایدئولوژی مهم هست و چقدر کسانی که به این ایدئولوژی ها پابند هستند خطرناکند خطرناکند یکی از دوستان ما یک مرکز کامپیوتری داشت و یکی از همین اهالی حالا نمیدونم پاکستان افغانستان یکی از کسانی بود که خیلی از نظر ایدولوژی وابسته بود به افکار مثلا داعش مانند و رفته بود کامپیوترش درست کنه و اون تمام این چیزها رو نف کرده بود که نه از همچین چیز نیست ما مثل انسان های دیگه هستیم کاری نداریم اما بعد طرف ازش پرسیده بود خب اگر امین الان داعش بگه که شما باید برید جهاد تو آمریکا یا هر جای دیگه میری گفته بود بله گفت <applause> <applause> پس تو… <applause> تو, که میگی این چیزا نیست میخوام بگم که ایدئولوژی بسیار خطرناکه البته آقای بشار اسد هم چشم پزشکه آقای بشار اسد داماد یک خانواده انگلیسی است خانمش انگلیسی است یعنی طبعه کشور انگلستان هست و خودش دکترای چشم پزشکی داره و آدم تحصیل کرده است و دیدید که در این یورشی که در سوریه شورش شورشی که اونجا اتفاق افتاد چقدر آدم کشت البته اون نمیشه گفت همش ایدئولوژی ولی خب ایدئولوژی به اضافه منفعت طلبی و خیلی مسائل قدرت طلبی و این چیزهایی که شماها بهتر میدانید ولی باعث تا اونجا که آمار هست بایالای مرگ یا کشته شدن 500 هزار نفر و آوار شدن 10 در میلیون نفر که هنوز هم آواره هستند و در داخل و خارج و روزگاری که برای سوریه ساخت و همچنین کشورهای همجوار و همچنین برای کشور ما بسیار بدیون بود تمام پول و ثروت این مردم بیچاره که الان در بدترین وضعی زندگی میکنن مجوریتیشون صرف اسلحه و کشتار مردم در اونجا و نهایتا یه مقدارش هم صرف آبادانی اونجاهایی که در حزب الله در لبنان بود و در اونجا و یا در کشورهای مثل عراق و یمن خلاصه در همه جا از بین رفته ولی بله خب در سوریه به نوع اتفاقاتی که میافتاد شاید نزدیک به 16 میلیارد میگن اونجا هزینه شد من میخوام عرض کنم که وقتی که ایدئولوژی میتونه خانمان سوز باشه کما که بوده در گذشته یکی از چیزهای ایدئولوژی هم همین مسئله جنگ ایران و عثمانی بود که خب ایرانیا شیعه بودن و عثمانی ها سنی بودن و این رو داشتن پرورشش میدادن یعنی سنی خب مسائل ضد شیعه شیعه ها درست کرده بودن بسیاری از مسائل رو سیاسیش کرده بودن و این جنگ بین ایران و عثمانی سالها طول کشید و خسارات هنگفتی ایجاد کرد که بسیاری از چیزهایی که آقای سروش به خصوص میگن که ما داریم در شیعه مسائلی بود که تحت عنوان یک ایدالوگ ساختن و یک مسئله ایدولوژی ساختن که بتونه جنگ با عثمانیان رو به صلاح هدایت بکنه و تشویق کنه این بود که در اون زمان ها اتفاق افتاد بنابراین حالا این آقای ایمن از زواهری که حالا کشته شد سالها مخفی بود و بیرون نمی آمد حالا چطور پیداش کردن اونها حتما اطلاعات بیشتری رو تلویزیون های آمریکایی و خبرگزاری های بین و مللی خواهند گفت که این چگونه مورد هدف قرار گرفته البته تا اونجای که ما میدونیم در یک وزارت از طالبان یعنی ساختمان دولتی اونجا زندگی میکرد که معلوم میشه خب طالبان بهش پناه داده بودن و در حقیقت همونا هم اظهار تأصف کردن در هر صورت کارهای تروریستی عاقبتی نخواهد داشت نه برای تروریست ها و نه برای کشورهایی مثل جمهوری اسلامی که اینها رو تقویت میکنه حالا صحبت جانشین ایشون احتمالا سیف الاسلام هست که اون هم جزء القاعده است و مدتی هم در تهران زندگی میکرد و امکان داره که حالا اون نقش بالاتری پیدا کنه و کماکان این سازمان رو برای خودشون حفظ و کارها عملیات برون مرزی و در اون مرزی در سطح فرض کنی سوریه یا حتی یمن و عراق اینا هستن اونجاها به این کارهاشون ادامه میدن این در مورد این آقای ایمان از دواهری بعد مسئله دیگری که مسائل روز ماست این اطلاعیه های ارز کنم حضورتون که سپاه ایران هست ببینید مدت ها اگر ما این تاریخ رو نگاه بکنیم در مورد خدمات هستئی یا اون راکتور را هایی که در بوشهر داشتن می ساختن، که البته از زمان شاه هم این مسائل برگزار شده بود تا به امروز یه مقدارش ارز کنم حضورتون که بر اصول مسائل سلجویانه هسته است ولی یه مقدار زیادش هم بر اساس دقیقا تهدید و رفتن به سوی بمب هسته است این خدمات یعنی این مسائل مربوط به هسته ای خب میدونید مهمترینش در جمهوری اسلامی در سال 2002 به وسیله سازمان مجاهدین خلق لو رفت. چون اگر شما کاری بکنی از روز اول اطلاع بدی به سازمان انرژی اتمی اونا میان وظیفه دارن هم شما رو رسد کنن همینا هم بیان امکاناتی که شما میخواید در اختیار بذارن تا شما بتونی اورانیوم غنی شده برای مصرف پزشکی یا مسائل دیگر رو پیدا بکنی. خب در این مورد اینها از سال 2002 هز اعلام نکرده بودن و رفته بودن و مشغول حالا اون داستانش که حتما میدونید که از پایک دانشمند پاکستانی گرفته بودن و نهایتا آمده بودن این سانترفیج رو ساخته بودن و شروع کرده بودن به غنیسازی اورانیوم خیلی هم بعضی جاش ناشیانه برای اینکه وقتی لو رفت این مسائل وسیله سازمان مجاهدین خل لو رفت بسیاری از مسائل تکنیکی رو نمیدانستن و که همونوز هم هست هنوزم مثلا مقامات انرژی هستی, هستی، سازمان ملل متحد میگن خب یک ذراتی بوده نمیدن در قسمت های مختلف ایران پیدا شده و ما باید بدونیم این ذرات اولا دست سازه یعنی کار انسان هست و به چه دلیل اونجا بوده یا شما خواستید چکار کنید که تا به امروز جمهوری اسلامی جواب نداده و همین هم مشکل بین است برای که این همیشه جامعه بین رو مشغول کردن که خب حالا بیا در فردو اونجا رو ببینید ما زیر زمین سانترفیش های داریم یا در نتنز اسفهان یا در جاهای مختلف مشغولشون کردن و گفتن ما جواب میدیم اون چیزای مهمی نیست ما اون را جواب میدیم برای گفتن نیست نبوده بعد گفتن حالا جواب میدیم در هر صورت این سازمان انرژی ای مربوط به سازمان ملل متحد رو مشغول کردن تا به امروز چند دفعه هم انقدر این سازمان در حقیقت عصبانی شده از عدم همکاری جمهور اسلامی که اعلام کردن مثلا اگر تا شیش ماه دیگه ندید ما ندارم چکار میکنیم درست یه روز دو روز قبل از شیش ماه زنگ میزنن که بله ما گروه من آماده پاسخگوییست تشریف بیار در تهران ما میشینیم مذاکره میکنیم در به اینها یا دوربینا رو نگاه کنیم فلان رو نگاه کنیم اینا تهران به تهران میکشوندن و اونجا هم چیزی بهشون نمیدادن و اونجا تازه قرارداد مینوشتن که مثلا ما ظرف یک سال آینده این رو به شما میدیم خلاص همینجور سرکاری 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 تا به امروز و ما میدونیم که علت تعلل کشورهای غربی و عدم سرکوب ایران و عدم مقابله با ایران خب مسائل جنگ دیگه چون شما وقتی بخوای پا رو فراتر بذاری تحریم که هستن بس بنابراین دو کار دیگه میتونن بکنن قطع روابط دیپلماتیک که مثل آمریکا و عربستان سعودی کانادا و چند کشور عربی مصر مثل مصر ما روابطی نداریم حالا بقیه هم قطع کنن خیلی به ضرر جمهور اسلامی نخواهد شد مگر اینکه اقدامات اقتصادی شدید و مسائل مختلف رو به کار بگیرن که ما, ما رو درمانده بکنه اون موقع مثلا ما بتونیم یک کاری بکنیم یا جنگ نهایتا اگر جنگ اتفاق بیفته همه این مسائل رو خواهند گفت خب پس بنابراین این این ریچ منت اورانیوم یا در حقیقت که قرار بوده تا سه و 6 دهم ده درصد قنیسازی اتفاق بیفته که خب الان میدونید که بالای 60 درصد هست یا بعضی هم میگن حتی نزدیک به 90 درصد خواهد شد و همچنین تولید فلز اورانیوم هم یکی از مسائل مهمی است که در همین راستا داره تولید میشه بنابراین اگر ما به این تاریخ چه نگاه بکنیم متوجه میشیم که جمهوری اسلامی قرار هست که به طرف بمب هسته‌ای پیش بره چون به اصطلاح اورانیوم غنی شده 60 درصد حتی 20 درصد به درد کسی نمیخوره تمام اینها مصارف جنگی خواهد داشت و از این نظر است که خب جمهوری اسلامی این کارا رو داره میکنه و همینجور حالا چه حالا بعضیا میگن که این برجام که آقای دونالد ترامپ لغو کرد باعث این چیزا نشد شد در که اینجور نیست این تصمیم برای تهیه بمب هسته‌ای در زمان جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد زمانی که به قول آقای حاشمی رفسنجانی در احواز سربازان جمهوری اسلامی برای قضا تفنگشون رو میفروختن و امکاناتی نبود و عراق هم قرار بود جنگ بسیار بزرگ قادسیه رو به خصوص برای خون که می هم حتما به ایران حمله خواهیم کرد و یه سری مسائل اینجوری بود که باعث پذیرش قطنامه پایان جنگ شد که اون قطنامه آقای خمینی گفت که یک جام زهری است که من نوشیدم که اون جام زهر همین بود که آقای خمینی میگفت که تسخیر قدس از کربلاست یعنی ما باید از طریق کربلا منظورش از عراق هست که به سوریه بریم و از سوریه بریم اون بر مرز و به طرف اسرائیل خب این شعار اصلی جنگ بود و بعد از فتح خرمشهر هم این باعث شد که جنگ ادامه پیدا کنید در حال که تمام به سلام مشاوران نظامی معتقدند که در همون بعد از جنگ خرمشهر باید تمام میشد جنگ باید تمام میشد و عربستان سعودی اعلام کرده او حاضر هست حدود 75 میلیارد دلار کمک بکنه در حقیقت به ختم جنگ و بسیار پیشنهاد سخاوتمندانه بی‌نظیری بود کویت هم در یه حدودی میتونست بده و خلاصه خلاص صلح و آشتی برقرار بشه و جنگ پایان پیدا بکنه در حالی که این رو ادامه دادن و جنگ تا زمانی که رسیدیم به همون قطرامه 598 که اون قطرامه همون جام زهری بود که آقای خمینی گفت من نوشیدم اون زمان آقای محسن رضایی و آقای هاشمی رفسنجانی که رأی فرمانده کل قوا بود رفتن پیش امام امام خمینی به اصطلاح آقای خمینی و بعد گفتن آقا ما یک این که تمام بودجه ای که هم الان به ایران دارید میدید اگه همش هم برای جنگ بذارید به جایی نمیرسه چون اون موقع نفت تحریم بود ما مثلا بشکه 8 دلار 9 دلار میفروختیم و بسیار وحشتناک بود در هر صورت پول هم نداشتن از طرف دیگه گفتن ما باید یک سلاحی ایجاد کنیم تولید کنیم که تو نامه هایی که از هست که این سلاح و اسلحه بتونه ما رو از گزند حمله آمریکا بر هزار بداره این تو نامه آقای محسن رضایی و آقای رفسنجانی به آقای خمینی مستطر هست مشخص هست پس تخم ساخت بمب هسته ای در پایان جنگ تحمیل شده به ما یعنی پایانش خب دیگه مجبور بودیم نه که از طرف کسی از طرف ناتوانی های خودمون شده بود و جنگ باید پایان میاد و عرض کردم به خوردن زهر منجر شد در اون موقع تصمیم ساخت بمب هسته ای گرفته شد بعد از سال 2002 مجاهدین این رو با جزئیات بیشتری رو اعلام کردن هم در مورد سانترفیوژها ها هم در مورد ذخیره به اصطلاح اورانیوم و اون موقع بود که چشم و گوش جهانی باز شد و بازرسی های جدی به وسیله سازمان انرژی هسته سازمان ملل متحد آغاز شد و از اون زمان این گرفتاری ها همچنان هست اگر به روند این کار نگاه بکنید خب بعد دیگه بازرسان سازمان آمدن در ایران و همه جاها رو پیدا کردند و درصد به اصطلاح غنی شده ی اینها رو مشخص کردند تا زمانی که سول شد یا همین برجام برنامه جامعه اتمی جمهوری اسلامی تدوین شد و در زمان آی اوباما این در حقیقت تصویب شد تصویب که نشد یعنی توافق شد چون تصویب وقتی زمانی ما میگیم که مجلس تصویب بکنه و اون دیگه در حقیقت پیمان نامه است توافق نامه است در حالی که این تفاهم نامه است تفاهمی است که بین رهبران جهان در حدود چند نفرشون هست و این تفاهم هم هر لحظه میتونه نباشه چون اینا حالا همه میگن این قرارداد رو به هم زدن هم؟ قراردادی نبود تفاهم نامه بود تفاوت به علمی داره تفاهم نامه یعنی اینکه که شما یه کسی تفاهم بکنید و اونم میتونه فرداش بگه من دیگه نیستم توافق نامه به خصوص در بحث سیاسی یعنی که باید به تصویب کنگره برسه وقتی کنگره یا آمریکا کنگره یا ایران یا هر جای دیگری تصویب بکنه خب بله اون توافق هست و کسی هم نمیتونه زیرش بزنه بنابراین این تفاهم نامه اینجور بود که قرار بود که اورانیوم رو به قلزتش حد اکثر به 367 هم درصد برسونن و در یه میزان معیری هم میتونن نگهداری کنن بر بسیار از این اورانیوم غنی شده رو به دولت روسیه تحویل بدن در اونجا نگهداری بشه و اون به اصطلاح پالایشگاه نیروگاه عراق رو به آب سنگین عراق اون رو متوقفش کنن سیمان ریختن تو دهنه اون در نیروگاه و یک سری تعهدات بین المللی تا که تا سال 2008 و بعضی تا سال 2015 هم میتونست ادامه داشته باشه ببخشید سال 2015 که این قرارداد داده شو سال 10 سال بعد مثلا 2023 و بعد 2025 یعنی از این بر ده, ده سال بعد بیاد جلوتر بنابراین وقتی نگاه میکنید این قرارداد چند تا مشکل داشت یکی این که مسائل منطقی و مسائل تهدید موشکی و این مسائلی که از در حقوق بشر بود و یک سری مسائل دیگر که می توانست ارتباط بین ایران و آمریکا رو به هم بریزه بنابراین اون موقع هم در آمریکا مطرح شد که این قرارداد کافی نیست هم در ایران در آمریکا قرارداد گفتن ت... نمیشه برای اینکه در حقیقت ما نمیتونیم ایران رو متوقف کنیم در مورد بی سازیش در منطقه پیشرفت صنایع موشکی حمله به این کشورهای مختلف حمله در دریا و غیره و غیره این بود که اونا گفتن که خب آقای اوباما اینجور میگفت که ما این قرارداد در حقیقت این برجام یکه و برجام دو داریم برجام سه داریم از این حرفا که همینقدر که ما توانایی داشتیم که در یه مورد به توافق برسیم مسلما در مسائل دیگه هم توافق خواهیم کرد و بعدا این مسئله آقای خامنه ای زد زیرش برای که گفت به آقای روحانی که آقا فکر نکنید که ما دیگه با آمریکا مذاکره میکنیم برجام دو و سه و چهار اینا نداریم همین بود که بود این تنها چیزی است که ما به اینا مذاکره کردیم و دیگه هیچ مذاکره ای با آمریکا نباید باشه و عملیات بازسازی نیروهای نیابتیشون رو در یمن، در لبنان، در عراق، در سوریه، در خیلی جاها تقویت کردن و این پولهای ضبط شده خودشون رو که بهشون دادن خرج کارهای به اصطلاح پیشرفت ارتش نیابتیشون در این کشورها کردن و کارهای تروریستیشون توسعه دادن حقوق بشر بدتر شد یعنی همه چیز از بین رفت و بعد آقای دونالد ترامپ که آمد گفت روح برجام وجود نداره یعنی شما یک کاغذی نوشتید ولی ایران کماکان دنبال ساخت بمب هسته است و پولهایی هم که بهش دادید اینا صرف همون صنایع خواهند کرد و اگر چیزی هم زیاد بیاد صرف به افسایش یا گسترش نیروهای نظامی نیابتیشون در سوریه و عراق و اینجاها میشه و بی ثباتی مملکت یعنی منطقه بیشتر خواهد شد و نهایتا روبروی روبرویی آمریکا با ایران بیشتر خواهد شد و از این مسائل بنابراین ما نمیتونیم اون این قرارداد برجام رو بپذیریم بهتر که زود تمامش بکنیم و بپردازیم به یک قرارداد جدید که اون قرارداد جدید تمام این مسائل مختلف موشکی و اینا رو داشته باشه که خب آقای اوباما هم برای که همین آقای بایدن که الان رئیس جمهور هست و اون موقع معاون رئیس جمهور بود همین قولا رو داد یعنی گفت بعدش ما اگر به این توافق برسیم بعد مثل مسئله حقوق بشر مسئله عملیات بی سازی ایران یا همه اینا رو ما دیگه مورد تجدید نظر قرار میدیم و قراردادهای یک و دو و سه و چار بینویسیم در حالی که ارز کردم آقای خامنه ای قبول نکرد بعدش یعنی اونا ایرونی ها زدن زیرش و بعدم امریکایی ها رو توی کورنری قرار دادن که آقا این چیزایی که شما گفتی همین خودش یه بند غروب داره بند غروبش این است که در یک زمانی تمام میشه من فکر میکنم بند غروبش تا سال 2028 تمام میشه یعنی دیگه این تعهداتی که ایران داده تا اون موقع از بین میره دیگه تا عبد که نداره که بنابراین خود ایران هم میدونست که او من فعالیت شروع کنم و ادامه بدیم زیر زیر و اطلاع هم ندیم و نهایت هم تا سال 2020 که دیگه اینا با ما کاری ندارن و این در حقیقت معاینه ها و دید و بازدید ها و بازرس ها تمام خواهد شد اون اینا داشتن همین کار رو ادامه میدادن و این کارهای صنعتی از نظر تهیه بمب رو ادامه میدادن در این حالم هم میگفتن این این آقای دونالد ترامپ هست که از این قرارداد خارج شد در که این قرارداد همطور که عرض کردم قرارداد نیست اصلا این تفاهم نامه است که البته امضا شده به وسیله اینی بعد میرا میان میگن که خب چون رفته شورای امنیت و اونجا یک به یک بیانیه 22 C منتشر شده قطرامه شورای امنیت پس دیگه این سندیت یافته در که اینجور نیست اون که ب... اون سند یعنی 22 شورای امنیت در حقیقت باعث میشه که اون قر... چیزهای ب... به اصطلاح های قبلی شورای امنیت رو لغو کنن چون اگر اونها لغو نمیشد که تهدید ایران برچیده نمیشد پس برای اجرای این تفاهم نامه لازم بود که اونا لغو بشن و یه چیز جدیدی بیاد و این مسئله قرارداد یا پیاب مثلا بیانیه یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد بسیار قرارداد و یا مسببه بدی است از برای ایران یعنی برای که همه چیز یک طرفه علیه جمهوری اسلامی است یعنی اگر هر کدام از این کشورهای طرف مقابل با ایران فکر کنن که ایران تخطی کرده کافی است و این تخطی رو میتونه بیاره در شورای امنیت و به ایران اعلام کنن و مدت سی روز به ایران فرصت میدن که به اصطلاح بیاد پاسخگو بشه و این نوع تخلفاتش رو کرکت بکنه تصدیب بکنه و اگر نکرد یه مولت یک ماهی دیگه است که میدن که شورای امنیت قرار پیمان و تصویر جدیدی رو تصویب کنه که خب مسلما اعضای شورای امنیت از جمله آمریکا که دنبال این برنامه است چیز جدیدی رو تصویب نخواهند کرد میگن همون که هست هست چون اون نیاز به این است که تمام اعضای شورای امنیت اونه که حق به تو دارن حداقل موافق باشند بنابراین مسبب جدیدی نخواهد بود چون نمیشه این آرا رو جمع کرد از اون طرف برای اجرای این سیستم ماشه یا اینکه ایران رو به پای میز محاکمه شورای امنیت برسونه این نیازی به وتو یا تصویب یا هیچی نداره یک کشور اگه اعلام کنه از نظر قانون باید انجام بشه یعنی مثل سببات دیگری نیست که باید به تصویب شورای امنیت برسه پس نیازی به مصوبه نخواهد داشت کسی هم نمیتونه اون رو وتو بکنه این در حقیقت یک به نظرم کلاهی بود که کلاهی گشادی بود که سر جمهوری اسلامی گذاشتن در حالی که اگر اونها به تعهداتشون عمل نکنن ایران هیچ کاری نمیتونه بکنه کما که آمریکا خب از اینجا رفت بیرون و به تعهداتش عمل نکرد ولی ایران هم کاری نمیتونست بکنه یا این هم باید بیاد بیرون بره دنبال این عقد و عروسی و فلان و اینا گرفتاری خودش رو درست بکنه بنابراین یا بتونه تحریم ها رو برداره و میگن که همیشه طرف میفرستن دنبال نخدسی ها و هیچ کاری نمیتونه بکنه حالا این که ارز کردم عقد عروسی های سیاسی است که اینا, اینا رو انجام باد بدن که الان انجام دادن و مهمترینش همین همبستگی یا وابستگی ای جمهوری اسلامی به روسیه چین و این مسائل مختلفی است که ریلیشن های جدیدی رو به وجود آورده پس بنابراین در اون ماجرا نه برای ایران خوب بود و نه برای آمریکایی ها و نه برای اروپایی ها اونها میخواستن قائله این مسئله رو بکنن و آقای اوباما که هیچ نوع موفقیت سیاسی در اون هشت سال نداشت میخواست که در زم... چیز زمینه سیاسی و در جوامع بین بگه مهمترین کار صلح ایران و آمریکاست و در حقیقت تصویب این قطنامه و این تفاهم نامه شورای امنیت و تفاهم نامه ای که با این دوله غربی داشت پس وقتی نگاه میکنیم میبینیم همه داشتن استفاده میکردن آقای اوباما به این شکل ولی محتوا نداشت محتواش همین بود که این سه و درصد میتونه غنی سازی داشته باشه و اونم مدت محدود تا سال مکسیموم 2028 که اتفاقا همین بند غروب که بند غروب یعنی بندی است که تمام میشه آقای اوباما د... آقای دونالد ترامپ دست گذاشت و گفت این کار نباد نباید انجام بشه چون اگر اولا که اعتقاد نداشت که بازرسی خوب انجام میشه فکر میکرد که اینا تا به حال دروغ گفتن از این به بعد هم دروغ میگن کما که آقای روحانی هم گفت ما دروغ گفتیم آقای روحانی گفت که ما این مثلا تجهیزاتی که در عراق بود ما اینا رو سیمان ریختیم ولی یه نمونه دیگه داشتیم اونو زاپاس داشتیم که بعد که بخوایم عوضش کنیم بسازیم آماده باشه و ما اون رو بتونیم دوباره سازی کنیم اینا اعلام کرد آقای به آقای رئیس جمهور گذشته اسمش هم یادم برام آقای حالا بماند ارزم حضور شما که و بعدش هم اون آقای صالحی هم که رئیس انرژی ای بود اونم هم همین گفت و باعث شد که رهبرم دنبال کار رو بگیره و همین مخفی سازی همین مخفی ادامه پیدا بکنه که تا اینجا بیاد جلو و بعدش تبدیل بشه به ساختن بمب هسته ای و الان که فعلا آقای روحانی اسم رئیس جمهور رو یادم اومد آقای روحانی آقای روحانی گفت که ما اینها رو سرشون کلا گذاشتیم یعنی هم به صلاح ابزار یدک ساختیم برای اون پالاشگاه یا ببخشید اون نیروگاه عراق و همینم هم که اورانیوم هم داشتن ادامه میدن ادامه دانشمندان هسته ایشون رو تشهیز کرده بودن مشغول ساختن اورانیوم یعنی این ریش کردن اورانیوم بودن و همچنین ساختن فلز اورانیوم و طوری برنجلو که حتی موشک های نقار امتحان کردن حالا دنبال این کارها که بتونن کلاهای که ای بسازن و غیره خب پس بنابراین میبینید که این سیری که من برای شما تعریف کردم نشون میده که از سال 2002 تا الان جمهوری اسلامی مخفیانه با حق بازی با دروغ گفتن به جامعه بین و مللی، اینها ساخت مثلا بمب هسته ای رو مورد نظر داشتن و اون فتفایی هم که آقای خامنه ای داده خیلی به درد نمیخوره چون فتفا میدونید که هر لحظه یا خودش میتونه عوض بکنه که ما که آقای خمینی گو گو خود اکردم و همین مقامات مذهبی دیگه میتونن فتفای دیگری بدن پس بنابراین اون فتوا که اصلا چیز مهمی نیست هر لحظه میشه عوضش کرد آقای خمینی گفت خب مسائل عوض شده منم حرفم عوض میکنم یا آقای خامنه ای می میتونه بگه یا یه مرجع تقلید دیگری میتونه بگه پس بنابراین اون چه؟ اون مسائل مذهبیش بماند و از این نظر دنیا این رو جدی نگرفت و اسرائیل هم اون رو به شدت مخالف میدونه و میدونه یک کاسه ای است که روی این مسئله گذاشتن و جمهور اسلامی دنبال دانش هسته است. الان یواش یواش بر اثر مماشات آقای بایدن در این مدتی که آمده این به این دلیل نیست که آقای دونالد ترامپ رفت همه اینا خاطرونه نه این به خاطر مماشات دولت جدید که آمد آقای بایدن در این مدت جمهوری اسلامی همینطور مشکور به بازی درست کرد و تا این رفت جلو فلز اورانیوم ساخت و اورانیوم قنی شده تا 60 درصد آورد بالا و حالا میگن تا 90 درصد میتونیم بریم و کاری بکنیم که ما نمیخوایم می بمب بسازیم ولی دانشش رو داریم این یک پوزیشن جدیدی است که جمهوری اسلامی داشت تبلیغ میکنه که اگر این باشه میاد جمع جزء جامعه یا کشورهای سازنده به بمب اتم و نهایتا جزء باشگاه هسته ای قرار میگیره و اون موقع خب یه مقداری از نظر اون کاری که جمهوری اسلامی میخواد بکنه یعنی سرکوب در داخل تشدید استبداد و کارهای تروریستی در منطقه دخالتهای تروریستی دخالت های منطقه به وسیله نیروهای نیابتی خودش آزار اذیت کشورهای اطراف میتونه حتی حمله ای به حملات بیشتری رو به اسرائیل داشته باشه و نهایتا یک سری دردسرهایی درست کنه که چون جزء باشگاه هسته ای هم هست بنابراین خطرناکه که بهش حمله بشه و اون وقت این سیاست هاش رو بتونه به عنوان کسب امتیاز به کار بگیره و از آمریکا و اروپا امتیازهای خودش رو بگیره در عین حالم بیاد جز باشگاه هسته ای و اگر پا رو ما فراتر از این بذاریم شاید که دو سال طول بکشه که بتونه کلاهک هسته ای و کدهای لازم رو پیدا بکنه و موشک هایی که خب دوسته هم امتحان کرده تحت عنوان ماهواره بر و غیره اونها رو آماده بکنه و نهایتا اولین بمبش رو ممکنه بتونه تست کنه با اون زمان است که دیگه مثل کره شمالی خواهد شد گرچه تحریم ادامه پیدا خواهد کرد و مردم به وضع بد بدتر از این که هست میفتن ولی خب یک کشوری است که کسی بهش نمیتونه حمله کنه جون جز باشگاه هسته است و میتونه خطرزا باشه یا میتونه خطرناک برای خیلی از کشورها باشه فلان اینه که تو این باشگاه میخواد قرار بگیره که نهایتا وجود جمهور اسلامی رو تثبیت بکنه در ایران و ایران هم بتونه سرکوب کنه دیگه اون موقع اگر هر چقدر سرکوب بکنه وسیله سلاح حالا یا گرم یا سرد اونو مضاعفش بکنه و بعدم هیچ کشوری نتونه بهش هیچ چیزی بگه این اصل ماجراست که من امروز از اول تا, برای تا امروز براتون تعریف کردم ولی اون چی که به نظر من در هفته های آینده خواهد بود اولا که بعضی ها میگن که حالا دوباره کنفرانس قطر تمدید میشه و ایران دوباره با آمریکا و کشورهای اروپایی مذاکره میکنه من همچین فکری نمی کنم اگرم مذاکره بکنه قطعا the same thing مثل گذشته است که دوباره به نتیجه نمیرسن میتونه خواسته رو بالاتر ببره که توافق نشه و نهایتا دوباره بریم میگم بریم دو ماه دیگه بیام سه ماه دیگه بیام این وقت گذرانی یکی دو ساله رو ادامه میدن تا ایران وارد باشگاه هسته ای بشه بنابراین این راهی است که انتخاب شده همه هم میدونن یعنی اینجور نیست که این اطلاعات که بنده میدونم مثلا سازمان انرژی هسته ای بین‌المللی ندونه یا حتی آمریکا ندونه یا اسرا... اسرائیل ندونه یا آقای به پوتین ندونه همه میدونن بنابراین این راه را ایران خواهد رفت اون چی که باعث گرفتاری های ما میشه همون مسائلی است که در ایران بد و بدتر خواهد شد اما چند کلمه ای در این دو دقیقه ای که باقی مونده عرض کنم راجع به برنامه ترور مسیح علی نژاد مسیح علی نژاد به راستی یکی از زنان شجاع و دلاوری است که در مقابل یک رژیم به شدت تروریستی و استبدادی ایستاده و حالا خصوص رهبری جنبش زنان رو هم به داره چون میدونید در حقیقت نیمی از جمعیت کشور که زن هستند، بچه ها رو مگه بونا اضافه کنید میشن 75 درصد یعنی در حقیقت این ظلم مضاعف فشار مضاعفی که به زنان ایران از طرف این رژیم مرسالار ایدالوگ ضد زن به کار میره وحشتناک واقعا و این خانم مسیح الینجاد یک تنه در مقابل حجوم جمهور اسلامی در سرکوب آزادی ها و غیره را وایستاده و تمام مسائلش هم وارد همون فضای مجازی بود که از اول شروع کردم این فضای مجازی است که کمک کرده به خانم علی نژاد تا این مسائل رو به اطلاع جهانی برسونه کما اینکه این آقای خالد مهدیوف که رفته بود که ایشون رو ترور کنه با یک اسلحه کلاشینکوف احتمال میداده به نظرم اسلحه کلاشینکوف رو برای این بوده که بتونه اگر درگیری پلیسی اتفاق بیفته با پلیس درگیر بشه ولی کسی برای این خانم اصله کلاشنکوف نمیبره یا اصله کلت کمری هم کافی است بنابراین یا حدای چاقو یا هر چی بنابراین در حقیقت این خودش آماده میکرده برای یک درگیری پلیسی شدید یک آدمی است که جدوکار هست اهل آذربایجان هست خب قطعا مسلمان هست اسمش هم خالد مهدیوف هم شاید اون فامیلیش که اون موقع آذربایجان جزء روسیه بوده جزء اتحاد شوروی سابق بنابراین این همه چیز معلومه حالا یا این برنامه رو برای ایجاد رعب و وحشت برای فعالان اپوزیسیون در خارج از کشور به کار بردن یا نه در حقیقت یه پولی به این آقا دادن و گفتن این کار رو تمام کن برای کسی است که برای از بین بردن کسی که تمام مسائل درون این کشور رو از جمله های شدید ایجاد زندان های زیاد پر کردن زندان ها زندانیان سیاسی به خصوص زندان سیاسی زن و غیره رو برملا کرده و هر روز در این فرستنده های مجازی و غیره پخش میکنه بنابراین این داستان رو به این شکل درست کردن یا دنباله داره که در روزهای آینده شاید اخبار بهتری بیرون بیاد. ما به پایان برنامه رسیدیم از همه شما سپاسگزارم گذارم و همچنین از جناب فرزاد در اتاق فرمان و مدیریت تلویزیون ایرانیان کانادا تا هفته چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است آن بینی گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی آن بینی دلت همان خواهد وان چه خواهد دلت همان بینی جان گدازی اگر به آتش عشق عشق را کیمیای جان بینی دل هر ذره را که بهش کافی آفتابیش در میان بینی